الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله. بسم الله الرحمن الرحیم. دوباره دفتر شعرم پر از حسن جان است، به سرزمین غزل، به سرزمین غزلواره واژه باران است. چه ریسه ایست که تسبیح نور بافته اند، برای ذکر من امشب ستاره باران است. همان که چهره او سرمن رعاست رسید، به نور مقدم او کر چشم شیطان است. کریم زاده و مانند مشتبه است کریم، هر آن که در نظر این خانه را پشیمان است. خدا کند که بگویند در شب میلاد، شب جدایی از یار رو به پایان است. با درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی، با برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم در شب میلاد پرنور و با برکت امام حسن عسکری علیه السلام با شما بزرگواران هستیم. میلاد امام حسن عسکری را به محضر مولا و سرورمان فرزند بزرگوارشان امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف و همینطور به همه عاشقان و دلدادگان پیامبر و خاندانشان، مخصوصا دوستداران امام حسن عسکری و تک تک شما بینندگان گرامی تبریک میگم. امیدواریم که خدا باز هم قسمت کنه در صحن و سرای با صفایش در سامرا باز هم زائر ایشان باشیم. امشب در خدمت کارشناس گرامی جناب دکتر توکلی هستیم با موضوع صفات مؤمنان در کلام و سیره امام حسن عسکری علیه السلام. سلام علیکم جناب توکلی بزرگوار، عید شما مبارک باشه، خوش آمدین و برنامه خودتان. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حیدری، خدمت شما و همه بینندگان گرامی، خواهران و برادران عزیز سلام عرض میکنم. علیکم السلام. و شب میلاد موفور و سرور امام حسن عسکری علیه السلام هم به شما و هم به همه بینندگان عزیز و مخصوصا به آقا و مولامون حضرت صاحب العصر و زمان تبریک و تهنیت عرض میکنیم و امیدواریم که برنامه خوبی در خدمت بینندگان گرامی داشته باشیم. الهی آمین. صفات مؤمنان یا ویژگی هایی که برای مؤمنان بیان شده، هم در آیات قرآن به دنبالش گشت و هم در کلام معصومین. با توجه به اینکه امشب ما در شب میلاد امام حسن عسکری علیه السلام قرار داریم، چی بهترین که از کلام و زندگی یعنی سیره ایشان هم ما بهره بگیریم و ورق بزنیم صفحات با برکت و نورانی زندگی ایشانه و همین قسم سخنهای گوهربار ایشانه که سربشق زندگی ما هست، تا عیار مؤمن بودن و مسلمان واقعی را پیدا کنیم و این ویژگی ها و این عیار را چراغ راهمان قرار بدیم تا موفق شویم زندگی مؤمنانه ای را داشته باشیم و در او دنیا و در درگاه خداوند سفید رو و سرفراز باشیم. قطعا ما هم از سخنان ایشان در محضر کارشناس محترم جناب توکلی بهره میبریم و هم از سیره ایشان. جناب دکتر توکلی بزرگوار، مهمترین ویژگی هایی که ما میتونیم در سخن و سیره امام حسن عسکری برای مؤمنان بیابیم که با عنوان صفات مؤمنان او را به بینندگان خودمون شرح و توضیح بدهیم،
در چی ابعادی هست؟ بله. اگر این توضیح بفرمایید به عنوان مقدمه تا بریم سراغ اون صفاتی که شما زحمت کشیدید و برای ما به عنوان تحفه و ما و بینندگان در او باره صحبت خواهید کرد. بله، من اول خیلی کوتاه در ارتباط با لزوم داشتن الگو و نمونه در زندگی خیلی کوتاه بله مواردی را عرض کنم خدمت بینندگان گرامی. روانشناسان معتقدند که مخصوصاً روانشناسای موفقیت معتقدند که برای حرکت صحیح و درست در مسیر موفقیت و داشتن بهره‌وری یعنی بهره‌مند شدن از مواهب و از برکات مسیر و و کمترین ضرر متقبل شدن بهترین و بهترین استفاده از دقیقاً. امکانات و توانایی ها آره. برای رسیدن به یک موفقیت تام و کامل علاوه بر داشتن آگاهی و برنامه و مشخص بودن اهداف بلند مدت و کوتاه مدت داشتن بله. یک الگو و نمونه عملی بسیار بسیار لازمه. در هر کاری بینندگان عزیز ما اشراف دارن که این مسئله صدق میکنه. شما ببینید خیاط ها، کفاش ها، معمار ها، مهندس ها، حتی اساتید و معلم ها برای کار خودشون نمونه دارن. بر اساس اون نمونه کامل حرکت میکنن. یک نقشه، یک مپ، یک نقشه راه دارن. درست. حتی ورزشکاران، فوتبالیست ها مثلا، والیبالیست ها، تمام اینها میان کسی که این مسیر رفته به مقصد و هدف رسیده راه‌های موفقیت او بررسی میکنن و میبینن که این شخص که تونسته به اوج قله برسه از چه راه‌هایی رفته تا بتونن کمترین هزینه رو بپردازن و بیشترین بهره‌وری داشته باشن. خداوند هم چون بالاخره کتاب‌های آسمانی و از جمله قرآن کتاب هدایت هست و همه ما داره هدایت میکنه و تربیت میکنه، ما رو از این مسئله بی نصیب نذاشته. در مورد پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. خب بعد از رحلت پیغمبر چی؟ آیا ما نیاز به اسوه و الگو داریم؟ بله، قطعا باید اسوه ها و نمونه و انسان‌های موفق، کسانی که مظهر انسان کامل هستند، وجود داشته باشند در همه زمان‌ها و مکان‌ها. بنابراین ما نیاز داریم که به این انسان‌های کامل توجه داشته باشیم، از زندگی اونها سمشق بگیریم بدون شک. می‌بینیم که وقت هم خیلی کوتاه، می‌خوایم در ابتدا به سیره فردی و عبادی حضرت برسیم و بعد برسیم به بعد اجتماعی حضرت. بله. خیلی کوتاه امشب تعمدن می‌خوام که هم در واقع احادیث امام حسن عسکری و روایاتی که در مورد ایشون آمده، البته متناسب با موضوع بحث، متناسب با موضوع بحث بخونیم، از باب اینکه کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا. بله. اینا کلامشون کلام نور هست و فکر میکنم آثار وضعی که بر ما و بر بینندگان عزیز هم داره قطعا بیشتر خواهد بود تا اینکه ما بخوام صرفا ترجمه بکنم. بله بفرمایید. بله، زار روایت میخونیم، آدرس هم میدیم خدمت بینندگان گرامی که میخواد مراجعه کنه بفهمید. اولین نکته بحث بندگی و نیایش حضرت هست. خب بارها ما گفتیم که قرآن مفصل اشاره میکنه که فلسفه خلقت انسان عبادت هست و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. توی ادبیات ما هم فراوان اشاره شده به این مسئله و تو زندگی امام حسن عسکری هم میبینیم. سید ابن طاووس که از اجله علماء شیعه است میفرماید کان الامام الحسن علیه السلام یتجه فی صلاته بقلبه و مشاعره نحو الله خالق الکون و واهب الحیات. فرماید امام حسن عسکری علیه السلام در نماز خودش با همه وجود متوجه خدا می شد. یعنی وقتی که نماز می خوند دیگه به هیچ چیز دیگری فکر نمی کرد و هیچ چیزی نمی تونست حضرت از توجه به نماز و گفتگوی با خدا باز داره. چرا؟ زیرا معرفت حضرت به خداوند و مقام ربوبیت او از همه ما بیشتر بوده. به این دلیل ببینید ما در مقابل یک انسان بزرگ که میستیم همه چیز فراموش میکنیم، صرفا متوجه او هستیم. بله.
این محصول یک معرفت عظیم هست، معرفتی که امام داره به مقام خدا، چون قرآن میگه که و هو معکم اینما کنتم والله بما تعملون بصیر فاینما تولوا فثم وجه الله، به هر طرف که نگاه بکنید اونجا خداست. بله. یکی از اصحاب از امام صادق میپرسه که این که قرآن میگه که خداوند بر ما احاطه دارد و ما احاطه نداریم به چه معناست؟ فرمود مثل این هوا، این اکسیژن هوا رو به تعبیر بنده ببینید، بر ما احاطه داره. یا میتونیم بگیم ما مثل ماهیانی هستیم که در آبیم، اگر یک لحظه از آب گرفته بشیم، آب رحمت خدا، آبشار رحمت الهی، میمیریم. چون در آب هستیم و آب ما رو احاطه کرده، ما آب رو نمیبینیم. لذا حضرت فرمود فلم یشمر ولم یحفل به ای شأن من شؤون الدنیا، وقتی که نماز میخوند مشغول عبادت بود، به هیچ چیزی فکر نمیکرد، به هیچ چیز نمیدید و هیچ صدایی نمیشنید و کاملا متوجه خداوند بود، مادام یصلی، تا وقتی که مشغول نماز بود. ببینید خواجه عبدالله انصاری پیر هرات چقدر زیبا به این مسئله اشاره داره، به ما تلنگر میزنه، میگه که در کودکی پستی، در جوانی مستی، در پیری سستی، پس کی خدا پرستی. میخواد بگه ببینید این عبادت های ما عبادت های حقیقی و واقعی نیست. بله. عبادت وقتی است که انسان با همه وجود در محضر ربوبی باشه. ما متاسفانه صورت این عبادت رو به جا میاریم. بله. و این حقیقتش رو درک نکردیم. همه معصومین همین قسم بوده. بله. از پیامبر بله بله. گرفته تا امام علی السلام و بقیه اماما و دیگه بله. اولیاء الله همین قسم بوده که وقتی اینها میخواستن به نماز بیستن واقعا به نماز می ایستادن و خودشان را در محضر خدا می دیدن. خب سپاسگزار هستیم، نکات بسیار خوب اشاره کردید در این بخش. وقت ما در این بخش به پایان رسیده، یک میان برنامه را همراه با بینندگان می بینیم و باز برمی گردیم خدمت شما. امشب همه جا باد زند نور ولایت، افتاد به سرها همه دم شور ولایت، گردید سماوات زمین طور ولایت، از پرده در آمد مه مستور ولایت، گردید ملک در سنا گستری امشب، گویند سنای حسن عسکری امشب، برخیز و بزن زن آمد با خنده گل، بر لب بلبل سخن آمد، خوشید فروزنده مه انجمن آمد، فرزند رضا را حسن آمد، حسن آمد، عالم همه غرق شعف و عشرت و شادی است، میلاد گرامی خلف حضرت هادی است، نخل نبوی را سمر است این، سمر است این، چرخ علوی را قمر است این، قمر است این، فخر دو جهان را به سر است این، به سر است این، بر مصلح عالم پدر است این، پدر است این، این شیعه و این مشعل انوار خدایش، ای جان همه عالم و آدم به فدایش، ای جان همه عالم و آدم به فدایش. سپاسگزار هستیم که با برنامه خودتان، برنامه به وقت بیداری که به طور زنده و مستقیم تقدیم نگاهی شما میشه، همراه هستید. اونایی که تازه به جمع ما پیوستن، بیننده به وقت بیداری شدن، سلام عرض میکنم، شبتان خوش باشه انشالله، عید شما هم مبارک. موضوع بحث ما هست صفات مؤمنان در سخن و سیره امام حسن عسکری علیه السلام. بله جناب دکتر توکلی بزرگوار، درباره سیره فردی امام حسن عسکری به اولین ویژگی که اشاره کردید این بود که عبد و تمام معنا بنده واقعی خداوند بود و یکی از نمونه هاش فرمودید وقتی که نماز میگذارد انگار در محضر خداوند به معنای واقعی در محضر خداوند استاده بود و عبادت میکرد. بفرمایید میشنم.
تشکر. یک نکته دیگه تو این زمینه عرض میکنم، بحث توجه به مستحبات که خیلی تاکید شده، ممکنه که بینندگان عزیز سری عبادی و فردی سری عبادی ببینید، مستحبات یک حسن حسینی هست که باعث میشه که خللی به واجبات وارد نشه و اون حدیث معروف امام رضا علیه السلام که فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی بله. به شروطها و انا من شروطها. خب توحید کی حاصل میشه؟ وقتی که مراتب توحید در انسان یکی پس از دیگری بپیمایه. اصلا مستحبات مقدمه اتیان واجبات هست، لذا تا ما مستحبات انجام ندیم در انجام واجبات جدی و محتاط نخواهیم بود. لذا ببینید نکته بعد اینه که حضرت به مستحبات بسیار توجه داشت و توصیه میکرد اصحاب خودش رو به رعایت مستحبات. القرشی که یکی از اصحاب حضرت هست بله فرمود لقد کان الامام العسکری علیه السلام عمل من العبادات کل ما یقربه الی الله زلفا فلم تکن عبادت ولا نافله من صلات او صوم الا عتابها. کتاب حیات الامام العسکری صفحه 128. او روایت قبلی هم که خوندم تو همین کتاب هست صفحه 34. ببینید ایشون فرمود که هیچ عبادت مندوب و مستحبی نبود از نماز و روزه الا اینکه امام حسن عسکری اونها رو انجام میداد. امام حسن با اون همه مشغله ای که داشت، حالا قبل از این که در پادگان و در معسکر به اصطلاح ایشون زندانی بشه، خب در بین مردم بود و مشغله های فراوان داشت، ولی مستحبات رو هم انجام میداد. این به خاطر اینه که ببینید نیایش و عبودیت خداوند روح سیقل میده و وقتی که روح سیقل پیدا کرد انسان میتونه آماده میشه برای رفتن به اجتماع، و در اجتماع اگر قدرتی و ثروتی به انسان داده بشه، چون قبلا روح خود تزکیه کرده بله. دیگه این قدرت و ثروت باعث فساد او نمیشه، باعث سوء استفاده نمیشه. البته ائمه علیهم السلام که همه معصوم بودن، ولی این رویه اولیای دین هم هست، به ما هم توصیه شده که نماز شب بخوانید، چون نماز شب باعث میشه که روح شما جلا پیدا بکنه. خب اون آیه شریفه هم که همه بینندگان عزیز اطلاع دیگه و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام محمود مخصوص آخرت نیست، تو همین دنیا هم هست. اکثر مفسرین گفتن کسی که نماز شب بخونه خداوند به او زندگی میده که بقیه به او قبطه میخورن. باز تو حدیث قدسی شریف خداوند به پیغمبر فرمود پیغمبر به مردم بگو شش چیز هست که شما در شش جا دنبالش میرید و هرگز به او نمیرسید. وضعت ست شیء فی ست و الناس یطلبونها فی ست ولن یجدوها ابدا. لن نفی عبد هست، یعنی هرگز نمیرسید. حالا من کل روایت نمیگم، یک قسمت خاصش میگم. فرمود وضعت العز فی صلات اللیل و الناس یطلبونها فی خدمت السلاطین ولن یجدوها ابدا. خدا میگه به پیغمبر به مردم بگو که من خدا عزت را در نماز شب قرار دادم، مردم در خدمت سلاطین و پادشاهان و ثروتمندان دنبال عزت میرن و هرگز به او نخواهند رسید. لذا ببینید این تأکید بر مستحبات باعث میشه که انسان به امور اجتماعی هم درست برسه. نکته بعدی سیره اجتماعی و عملی و سیره در واقع معاشرتی حضرت هست. نکته که من اینجا خیلی تأکید دارم بحث بردباری و بخشش هست که برای امروز ما، برای زمانه امروز ما و مردم ما بسیار بسیار داروی شفا بخشیست. ما بسیار نیاز داریم به بردباری، به اینکه آستانه تحمل خود ببریم بالا، همدیگر ببخشیم، کینه ها فراموش بکنیم و زندگی مسالمت آمیز همراه با مدارا، همراه با بخشش، همراه با مساوات داشته باشیم. قرشی میگه که قد کان من احلم الناس و اکظمهم للغیظ. امام حسن عسکری حلیم ترین شخص بود در زمان خودش و اهل کظم غیظ بود، یعنی خشم خود فرو میخورد. فراموش نکنیم حدیث مبارک پیغمبر که فرمود الغضب مفتاح و کل شر،
خشم و غضب کلید هر بدی است. متاسفانه جامعه ما سالیان سال هست، حدود 40 سال به بیشتر هست که گرفتار جنگ و درگیری و یک خشم خود انگیخته و غیر خود انگیخته است که این آثار این خشم در زندگی فردی و اجتماعی ما کاملا پیدا و عیان هست و مشکلاتی درست کرده برای ما. ما یک جامعه هستیم که چون محرومیت های فراوانی داشتیم این جامعه خشمگینیم. خب سالها جنگ اما قسم شما اشاره فرمودید با خودش محرومیت آورده، بیکاری آورده و اینا باز هم تأثیر میگذاره روی روح و روان انسان و روح و روان وقتی که در وضعیت عادی قرار نداشت تأثیر میگذاره و اون آستانه تحمل و سیر صدر هم کم میشه، چی بسا که از بین بره و همین میشیم که متاسفانه خیلی زود برافقدگی هست، تحمل نکردن دیگران هست، چی در جنبه فردی و خانواده و حتی اجتماع و حتی سیاست و حکومتداری. بله دقیقاً. بعد فرمود وقت قابل من از ها الیه بلعف و صفعن. حضرت وقتی که کسی به ایشون بدی میکرد، بدی فردی که یک مشکل شخصی بود، مال ایشون میخورد، اهانتی میکرد، حضرت با عفو، با عفوی که همراه با صفح صف. ببینید قرآن میگه که فعفو وصفهو الا تحبون ان یغفر الله لکم، همدیگه رو ببخشین. و بعد در جای دیگه میگه فصفه صفح الجمیل، عفوتون عفو کریمانه و بزرگ منشانه باشه. یعنی اگر بخشیدی دیگه بعدن به روش نیار، بر اون منت نگذار، هم ببخش و هم فراموش کن. نه اینکه فقط ببخشی و فراموش نکنی، نه ببخش و فراموش کن. چون این سیره بزرگان هست. لذاست که ببینید باز خواجه عبدالله انصاری میگه که خدایا آفریدی رایگان، روزی دادی رایگان، بیامرز رایگان که تو خدایی نه بازرگان. ببینید بازرگان ها یک چیزی میدن منتظر یک چیز دیگه مثلا که بگیرن، بده بستانه. فصفه صفحه جمیل اینطوری نیست. خدا وقتی میبخشه فرمود نب عبادی انی انا الغفور الرحیم. غفور و رحیم صیغه مبالغه است، بسیار بخشنده. و دیگه میبخشه از نامه عمل هم پاک میکنه، مهربانم هست. این مهربان ما نیاز به مهربانی داریم در امروز جامعه خودمون، مخصوصا با این مشکلات و گرفتاریایی که داریم. مطلب بعدی اگر فرصت باشه و اشاره بکنم این است که باز ابن شهرآشوب که از بزرگترین علمای اهل سنت هست، ایشون در مورد حضرت میفرماید لقد کان بریء من العیب عین علی الغیب معدن الوقار بلا شیب. چقدر زیباست این عبارت ها. میگه حضرت کسی بود که عیب نداشت، واقعا معصوم از عیب بود، انسان کامل بود به معنای واقعی کلمه و به تعبیر بنده الگوی انسانیت است در همه عصرها و نسلها. بعد فرمود با اینکه جوان بود اما اهل وقار بود. قابل توجه جوانان عزیز ما که فضای مجازی یکی از آفاتی که داره اینه که متاسفانه متانت و وقار گاهی اوقات از انسان میگیره و آدم کارهایی میکنه که نباید بکنه. بعد فرمود خافض و طرف واسع الکف، اهل بخشش بود، هم دیگران اگر به او ظلم میکردن ظلم فردی میبخشید و هم از مال خودش، از آبروی خودش، از خور و خواب خودش، حتی از استراحت خودش میزد برای اینکه جامعه او در رفاه باشن. اهل انفاق بود، اهل بخشش بود، اهل مواسات مؤمنانه بود، دستگیری میکرد از فقرا و محرومین و مستضعفان. بعد فرمود کثیر الحیا، اهل حیا بود. اینکه این لازم اینجا اشاره بکنم گاهی اوقات سخن گفتن فراوان باعث میشه که حیا کم بشه. حضرت امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه میفرماید من کسر کلامه کسر خطاؤه و من کسر خطاؤه قل حیاؤه و من قل حیاؤه مات قلبه و من مات قلبه دخل النار. زیاده گویی مخصوصا در فضای مجازی و بازی کردن با آبروی دیگران این علامت مؤمن نیست. و آخرین نکته کریم الوفا، اهل وفا بود و در وفای خودش کرامت داشت، یعنی به روی دیگران نمی آورد، منت نمی گذاشت،
دستگیری میکرد از فقرا، محرومین، بیچارگان، هم کسانی که دچار فقر فرهنگی بودن. این دستگیری کردن صرفا دستگیری مالی نیست. در محیط ما، در محله ما، در خانواده ما، اگر ما باسواد هستیم، معلم هستیم، یک آدم بیسواد هست، باید زکات علم نشر او هست، باید بریم کمک کنیم برای گسترش معنویت و علم و دانش در جامعه. هر کس هر چی داره تو این زمینه باید واقعا کریمانه ببخشه و سیره امام در زندگی در پیش بگیره. انشاءالله که همه قسم باشه. کرامت ویژگی بسیار بسیار مهم است که هم در عفو و بخشش بسیار حائز اهمیت است و هم در یاری و کمک مالی و دیگران. انشاءالله که خدا به ما توفیق بده که بتونیم خودمان را به این صفات بیاراییم. دعوت میکنم به دیدن این میان برنامه. خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. مثبت 964 780 255 4013 پل ارتباطی تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری با شما بینندگان عزیز و گرامی است. از طریق واتساپ و تلگرام میتونید که با شبکه خودتان، با خدمتگزاران خودتان در تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری مرتبط باشید. هر نوع پیشنهاد و انتقاد و سوال اگر هست ما پذیرا هستیم مشتاقانه. دعوت میکنم به دیدن آخرین بخش از برنامه امشب به وقت بیداری. بله جناب دکتر توکلی بزرگوار، در ادامه سیره اجتماعی امام حسن عسکری که ما میتونیم از متن این زندگی و این ویژگی ها، حالا شاید ممکنه به سخنان ایشان هم اشاره بفرمایید، دیگه چه ویژگی هایی رو میتونیم برای مؤمنان ما استخراج کنیم تا سرمشق باشه برای زندگی و زیست مؤمنانه ای ما؟ بسیار عالی. نکته بعدی که فکر میکنم باز در شرایط امروز جامعه ما بسیار مورد اهمیت هست و باید توجه داشته باشیم، اگر میخواییم که در واقع سلوک مؤمنانه داشته باشیم، سبک زندگی مؤمنانه و مورد پسند خدا و پیامبر پسند داشته باشیم، باید به این نکات توجه کنیم. بحث مهم همدردی امام و اصحاب امام علیه السلام و یاری کردن به برادران دینی و دستگیری از اونهاست که فکر میکنم بسیار بسیار موضوع مهمی است. بله، مخصوصا با توجه به اینکه ما در کشورمون بر اثر سالها جنگ و مخصوصا سالهای اخیر که اتفاقات افتاد به این قضیه شدیداً نیازمند هستیم و مخصوصاً این که حادثه اخیری که در بخش از کشور ما اتفاق افتاد در هرات، زلزله هرات، بخشی از مردم ما بی خانمان شدن، سرپناه ندارن، از اون طرف در آستانه زمستان و خنکی و سردی هوا هست، این نکته بسیار بسیار میتونه راهگشا باشه. بله قطعاً. حدیث داریم که فرمود خصلتان، خود حضرت فرمود امام حسن عسکری فرمود خصلتان لیس فوقهما شیء. بینندگان گرامی توجه کنند، دقت کنند، ببینید چقدر زیبا و کوتاه اما چقدر سرنوشت ساز حضرت می‌فرماید دو تا خصلت هست که اگر در کسی باشد بالاتر از اونها، ارزشمندتر از اونها دیگه چیزی نیست. این سخن امام هست. فرمود بله. یک، الایمان بالله، ایمان آوردن به خدا و شرک نداشتن. و بعد فرمود و نفع الاخوان، این که نفع انسان به برادران دینیش برسه. عجب. بله، این نفع اخوان فقط زبانی نیست، ایمان بله. که
ارزشمندترین و گرانبهاترین دور است که در کف یک انسان ممکن قرار بگیره قرار داد. بعد از ایمان به خدا فرمود نشانه ایمان به خدا اینه که منفعت شما به برادران دینیت برسه. ایمان بله، اگر ایمان صرفا زبانی باشه که چه فرقی است بین مؤمن و منافق؟ اصلا ایمان برای خودش نشانه هایی داره. شما ببینید هر جا که قرآن میگه اقیم الصلاة بعد میگه و آتوا الزکات، ایمان و عمل صالح. بله، عمل صالح با همه. فرمود ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله لهم عذاب اليم. فرمود کسانی که طلا و نقره ذخیره میکنن، حالا در امروز ما طلا و نقره نیست، پول هست، دلار میکنه، بله دلار هست، یورو هست، بله. یا افغانی هست، هر چی، و اینا در راه خدا انفاق نمیکنن، عذاب الیم دارن در دنیا و آخرت. در حدیث داریم که این عذاب علیم یکیش اینه که آدم وقتی خدا به آدم پولی داد و آدم دستگیری از فقرا نکرد، نتیجهش فقر و بدبختی و ذلته. یعنی همون خدایی که پول دادی پول میگیره و جای خدای نکرده من و شمایی که انفاق نمیکنیم مر با او فقیر و محروم عوض میکنه. لذا امام حسین فرمود توجه مردم به شما، احتیاج مردم به شما از نعم الهی است. اگر این نعمت کفران کردید دقیقا جایگاه شما با محرومین عوض میشه. این یک نکته. بحث بعدی حسن معاشرت با مردم هست که باز ما خیلی نیاز داریم در زندگی امروز خودمون. عرض کردم ما یک جامعه هستیم که پر از محرومیتیم، پر از فقر اقتصادی و فرهنگی هستیم و سالیان سال بحران‌های زیادی رو پشت سر گذاشتیم. مردم ما مردم بسیار بسیار نیکندیش و مهربان و خوب هستن، اما متاسفانه محرومیت هم هست، صبوری هست، شکیبایی هست و در واقع مناعت طب عزت نفس در مردم ما موج میزنه. ولی عرض کردم ما به شدت نیاز داریم به داشتن اخلاق حسن معاشرت. حضرت فرمود قولوا للناس حسنا، این آیه قرآنه. فرمود وقتی با مردم حرف میزنید زیبا سخن بگید، در سخنتون اهانت به دیگران نباشه، در سخنتون مسخره کردن دیگران نباشه. اقوام دیگه، زبانهای دیگه، طوایف دیگه، هموطنا خور مسخره نکنین، مخصوصا در فضای مجازی. فرمود مؤمنهم و مخالفهم، فرقی نمیکنه. حتی اگر او شخص مخالف شما بود، مؤمنم نبود، کافرم بود، حق نداری که با او به نازیبایی و به زشتی سخن بگی. حالا اگر هم کشت اگر نبود، هم دینت اگر نبود، هم نوع که هست، هم نوع که هست، انسان که هست. امیرالمومنین در نامه‌ای که به مالک اشتر داره تو نهج البلاغه میفرماید با مردم مدارا کن، اونها رو دوست داشته باش، چون اونها یا در دین با تو شریکن یا مثل تو هستن در خلقت، یعنی اونها هم انسان. نذیر لک فی الخلق و الا نذیر لک فی الخلق. بله. فرمود اما المؤمنون فیبسط لهم وجهه، با مؤمنین با روی گشاده برخورد کن. ببینید باز حدیث داریم که پیغمبر به اصحاب فرمود که الق اخاک به وجه منبسط، با برادر دینی با روی گشاده برخورد کن. ابوسن کمتری را نباش، عصبانی نباش. اگر دکانداری، اگر مغازه‌داری، اگر دکتر و پزشکی، اگر معلمی، اگر در یک اداره رئیس هستی، اینا هموطنای تو هستن، اینا آدمای محروم و به اصطلاح امام کاظم ایتام آل محمدن، درست، بیچارن. با اونها با مدارا برخورد کن. اگر ما حالا نتونیم کمک کنیم، دست ما خالی باشه، ولی یک کالایی داریم که میتونیم از دریغ نکنیم و اون مهربانی هست. دقیقاً همین چهره گشاده که میتونیم داشته باشیم در برابر دیگرها اگر نتونستیم کمک بکنیم. دقیقاً بله احسن. فرمود و اما المخالفون فیکلمهم بالمدارات، حتی با مخالفون، با کفار، با اهل زندقه با مدارا برخورد کن. یعنی سوزن روی سوزن نگذار، یعنی با اونها سر دشمنی نگیر. گفت درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. بعد فرمود چرا با مخالفین با خوبی برخورد کنیم؟ لاجتذابهم الی الایمان. اگر تو مؤمن هستی و میخوای اونا جذب به ایمان بکنی، با حتی با مخالفین هم با مدارا، با تساهل و تسامح به اصطلاح امروزی ها، با اخلاق خوش برخورد کن تا اونها جذب به ایمان بشن. بله. نکته بعدی که فکر میکنم آخرای برنامه هم هست و وقت ما بسیار کم هست. بله.
نشانه های مؤمن هست که من اینا رو عرض میکنم و بعد به قسمت خیلی مهم حدیث بسیار مهم میرسم. بله. او حدیث معروفی که از امام حسن عسکری هست در مورد نشانه های مؤمن همه شنیدن، حالا دوباره عرض میکنم. فرمود علامات المؤمن خمس، صلات الاحدا والخمسین، نماز 51 رکعت که بسیار ارزشمند هست، 7 رکعت فرض و بقیه مستحبه. بله. زیارت اربعین که گفته شده، چون ببینید در زیارت اربعین امام حسین اونجا داریم که و بدل مهجته فیک لیستنقذ عبادك من الجهاله و حیرت الزلال. فلسفه قیام امام حسین میگه از بین بردن جهالت در جامعه است. من میخوام اینجا یک گریزی بزنم، میخوام بگم که ببینید در شرایط کنونی ما باید یک نهضت علم آموزی در جامعه داشته باشیم. زنان ما، دختران ما، کودکان ما، اطفال ما به شدت همه ما نیاز داریم به این که یک نهضت، یک انقلاب ایجاد بکنیم. خانه های ما باید تبدیل به مدرسه و دانشگاه بشه. هر محیطی که داریم در اون محیط در واقع علم آموزی داشته باشیم، چون ما یک جامعه عقب مونده و بی سوادیم، باید از قافله تمدن بشری عقب نمانیم. بله. بعد فرمود و تختم بالیمین و تغفیر الجبین، سجده های طولانی و الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم. او حدیث مهمی که میخواستم عرض کنم در آخر به اصطلاح عرایض خودم، بله، این بود که امام حسن عسکری فرمود مؤمن چند تا علامت داره. من بینندگان عزیز توجه میدم به این حدیث بسیار مهم. اولا خودخور توجه میدم که باید همه ما به این مسئله واقعا به خودمون نهیب بزنیم، تلنگر بزنیم. و بعد بینندگان گرامی فرمود که المؤمن اعرف الناس به حقوق اخوانه و اشدهم قضاءا لها. خواهش میکنم به این عبارت ها توجه بفرمایید. مؤمن کسی است که بیشترین آگاهی داره نسبت به حقوق برادران دینی خودش. یعنی شب در خانه سیر نمیخوابد در حالی که همسایه او گرسنه است، شب در خانه غذای خوب نمیخورد در حالی که فامیل او، دوستان او، همسنفی های او و خیشاوندان او گرسنند، کالای نو تن خودش و همسر و فرزندانش نمیکنه در حالی که همسایه ها و وطندارهای او کالای کهنه هم ندارند. اینا رو آگاهی داره و نسبت به اونها بسیار حساس است. بعد فرمود و اشدهم قضاءا لها. این آگاهی تنها کافی نیست، در صدد برطرف کردن نیازهای اونها برمیاد. شدیدترین انسانها از حیث قضاء حوائج. یعنی چی؟ یعنی دائما دغدغه او، خلجان ذهن و روح او اینه که من چیکار کنم که یک دردی از دردهای این مؤمنین و برادران دینی، همسایه‌ها و وطندارا برطرف بشه. فرمود و اعظمهم عند الله شأنن. کسی که اینقدر به فکر مؤمنین باشه بالاترین مقام پیش خدا داره. بعد فرمود و من تواضع فی الدنیا لاخوانه فهو عند الله من الصدیقین. گفت انسان ثروتمندی که ثروت داره، قدرت داره، توانایی داره، بله، و تواضع میکنه. تواضع میکنه یعنی چی؟ یعنی صرفا در زبان تواضع میکنه؟ نه خیر، تواضع، تواضع عملی است. یعنی مال خود تقسیم میکنه با دیگران. معلم، استادی، دکتری، مهندسی که خود خود با دیگران مساوی میدونه، اون چی که داره نعمت خدا میدونه و اینها از خلق خدا دریغ نمیکنه. فرمود عند الله از صدیقین، از انسانهای بسیار بسیار راستگو، از مؤمنینی که واقعا قرآن میگه و رضوان من الله اکبر، به رضوان الهی رسیدن، به لقاء الهی رسیدن جز اونهاست. بله. بعد فرمود و من شیعت علی ابن ابی طالب حقا. فرمود این شخص در واقع از پیروان اصحاب پیامبر و امیر المؤمنین و به تعبیر بنده از پیروان حقیقی پیغمبر است. شیعه اینجا به معنی مؤمن پیرو هست. بله. نه به معنی اصطلاحی شیعه، صرفا شیعه مصطلح نمیگه. هر کسی که ایمان به خدا بیاره شامل این قضیه میشه. و لذا فرمود که باز در یک حدیث دیگه فرمود اربع من کن فیه کان مؤمنن. خیلی کوتاه عرض میکنم. بله. فرمود چهار تا صفت هست که اگر کسی داشته باشه مؤمنه. یکی صدق یعنی راستگویی، دوم حیا، سوم حسن خلق و چهارم شکر. و من میخوام اینجا عرض بکنم شکر نعمت این است که ما نعمتی با دیگران تقسیم بکنیم. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفرت.
بیرون کند. امیدواریم که خداوند به ما توفیق بده که بتونیم این صفات در وجود خودمون به صورت عملی متجلی بکنیم و انشاءالله دلسوز مؤمنین باشیم و اهل مواسات مؤمنان، اهل دستگیری و مصداق اتم و اکمل باشیم برای این آیات شریفه و روایات بسیار ارزشمند. الهی آمین. در این شب بسیار مبارک و میمون، در شب میلاد امام حسن عسکری علیه السلام، امیدواریم که با ما خدا توفیق بده بتانیم خودمان به صفات حقیقی مؤمنان بیاراییم تا یک زندگی مؤمنانه داشته باشیم. سپاسگزارم هستیم از شما بزرگواران که تا پایان برنامه ما را همراهی کردین، همراه با کارشناس محترم جناب دکتر توکلی بزرگوار. شب خوب و خوش و آرامی برایتون آرزو میکنیم. خدایا رو نگهدارتون باشه.